بازی بسیار عجیب و غریب علیرضا فیروزجاه و قهرمان شطرنج جهان دینگلیرن. خانم ها و آقایان، خوش اومدید به کانال لذت شطرنج. قرار بازی جدول بازندگان مسابقه بزرگ شطرنج آزاد فیشر رو ببینیم، شطرنج فری استایل، جایی که علیرضا فیروزجاه و دینگلیرن چینی جفتشون در مرحله حذفی باختن و اومدن توی جدول بازندگان که برای پنجم، ششم، هفتم، هشتم تلاش کنن، دیگه نرسیدن به چهارتای برتر. بازی قشنگی شده، ولی خب نمیدونم، مسابقات حذفی بازیکن باخت باید بره دیگه خونش، دیگه چیه بازی کنه؟ حتی تو نیمه نهایی هم بازیکن میبازه، دیگه ادامه دادن اون مسابقه عذابه برای اون بازیکن. سوم چهارمش هم فرق چندانی نداره، ولی خب جایزش فرق داره، بازیکنان پس با هم دیگه بازی میکنن و شاید هم میخوان شطرنجشون رو بهتر کنن، برای جایزه بازی نمیکنن. خب شطرنج فیشر همونطور که میبینید مهره ها رندوم توی عرض اول قرار گرفتن و فقط همین یه دونه رخ جاش خوبه. بریم بازی رو ببینیم، در آخر ویدیو راجع به دینگلیرن و علیرضا فیروزجاه توضیحاتی رو میدم، پس حتما تا انتهای ویدیو همراه باشین، لایک رو هم بزنین. دینگ بازی رو با پیاده وزیر که این بار اومده جلوی شاه آغاز میکنه و میخواد مرکز رو کنترل کنه. علیرضا F5 رو بازی میکنه، خط فیل رو باز میکنه، خط رخ و خونه مرکزی 4 رو کنترل میکنه. 3-3 خط فیل باز میشه، 3-6 خط فیل باز میشه. بازم F3. جالبه که بدونید از همین ابتدای بازی علیرضا برتری خوبی رو گرفته. دینگ داره E4 بازی میکنه و مرکز رو میخواد کنترل کنه که یهو با یه E5 مواجه میشه، میگه خواب دیدی خیر باشه، مرکز رو من اول ازت میگیرم. و اینجا دینگ اسبش رو به D3 میذاره که مرکز رو از دست نده. علیرضا اسبش رو از گوشه صفحه میاره توی بازی و خونه‌های مهم مرکزی رو کنترل میکنه. اینجا همین جای بازی دینگلیرن مرتکب اشتباه میشه، اونم میاد اسبش رو میاره بیرون، حرکتی که بسیار منطقیه و ظاهرا مشکلی نداره، ولی حرکت بهتری بود که فیلش رو بذاره 3-2، سری بره قله، قلعه بزرگ بره و اینجور چیزا. اسبو میذاره جیسو، میگه خب بدیش چیه؟ علیرضا میگه بدیش اینه F4 میکنم، حالا اسبتو کجا میخوای بذاری؟ اسبش اگه بیا توی E4 یه D5، اسب دیگه جای خوبی نداره بره، ولی خب باید همین کارو میکرد. بعد اسبو میذاش C5، بعد B6، بعد این اسب میرفت B3 و حالا سیاه بهتر بود. ولی آقای دینگلیرن اینجا خیلی فکر نمیکنه، اسبشو میکاره H5 و این The Name of God حرکت 6 بازی بازنده شده. قهرمان شطرنج جهان حرکت 6 بازی بازنده است، برتری نزدیک 2 پیاده برای سیاه. حرکت سیاه رو میتونید پیدا کنید، اسب گوشه صفحه کم فروغه، توی شطرنج اسبتون رو گوشه نذاریم. اینجا دینگلیرن گفته خب من قهرمان جهانیم، کسی هم که تفاوت ها رو میتونم رقم بزنم، الان فعلا نشستم به این پیاده، این پیاده رو اگه مثلا بخواد دفاع کنه میزنم تو این پیاده، این پیادهش ضعیف میشه، بعدا میتونم فیلمو وارد بازی کنم، شاید این پیاده رو ازش بگیرم. رو اینا حساب کرده. ولی اینجا آقای فیروزجاه نشون میده بهش که محاسبش خیلی از دینگلیرن قوی تره. اسبش رو میذاره E7 و میگه اسبتو بده من. اسب اگه بزنه تو این، وزیر میاد میگیره اسب رو. میاد F7 مثلا. دیگه اسب جا نداره بره، گرفته میشه. خب دینگلیرن وزیر رو میذاره H4، شاید رو این حرکت حساب کرده بود که وزیر 4 دارم، حالا باز دارم اینو میزنم، باز اسبم داره اینو میزنه، پیاده F4ش ضعیفه، این فیلم اینجا خوابیده داره میاد تو بازی. علیرضا بازم میگه خواب دیدی خیر باشه، یه G5 بازی میکنیم، یه وزیر تو بده به ما، وزیر جایی نداره بره، اگه بره اینجا بازم D5 هم میاد. نه یه لحظه فکر کردم فیله تو C8، فیل میشینه تو E6، میشینه به وزیر، پس فرقی نداره. دینگ میزنه رخ F5. سحر و جادو نیست عزیزان، از خورده شده، از همین ابتدای بازی 10 حرکت نشده یه سوار داد قهرمان جان. وزیر جشار اینجا برام خیلی عجیبه که چرا علیرضا با وزیر نمیزنه وزیرها رو عوض کنه، نشون میده که خیلی دوست داره وزیرها رو توی بازی نگه داره، ولی خب معلومه که این رخه بزنه توی H5 این رخه جاش خوب نیست، این وزیره جاش خوبه، باید با وزیر میزد، ولی خب دوست داره وزیرها رو نگه داره زودتر مات کنه. D در E5، اینجا هم از D5 بهتر بود که فیلو میذاره C4، برتری خیلیش برمیگرده. اگه دینگ اینجا وزیر در F4 میزد، بعد فیل در D3، ای در D3، فیل در E5، دیگه وزیر رو میرفت D2 اوکی بود. انسانی خوب نیست، بازی سوار عقبه، ولی خب مرکز قدرتمندی رو داره و مهرهای سیاه خیلی خوب نیست، این رخش هم توی H5 خوب نیست، ولی خب گفته بازی نشد، ده حرکه ما یه سوار دادیم، حالا چیکار کنم؟ با اسب میزنه تو F4 که مهره عوض نشه، ولی خب حالا رخ برمیگرده به بازی، میره A5، میگم مثلا رخ جاش خوب نیست، این رخش نمیدونم چرا آوردش اینجاها، ولی خب دیگه حالا شده دیگه. بازم وضعش خیلی خوبه، قله اسبو میذاره B6، رخ D1، فیل میاد C7، مهرهاش رو میاره بیرون، آماده قله بزرگه.
به چهار بازی میکنه، فقط تنها امیدش این رخه است. دوباره حالا رخه میره آسه، دیگه بهش حمله نمیشه. فیل در چفت پیاده رو میگیره و قلعه بزرگ. حالا دیگه سیاه تونست به قلعه بره و همه چی براش اوکی. یه سوار کامل جلوی فیل دس و زیر هفت، از پچ سه میخواد اسبش رو بیاره تو جه پنج. سیاه مگر اینکه اشتباه بزرگی رو انجام بده، وگرنه این بازی رو داره میبره. وزیر جه 6 4 شاید روی این حساب کرده که سه تا پیاده اینجا داره، ولی خب سوارهای سیاه فوق العاده قدرتمندن. اینجا 3 4 رو بازی میکنه، یه دنبال یه فرصتیه که فیلشو بذاره اینجا و یه حرکت بسیار زیبا از علیرضا اسبو میذاره ده 5 با تهدید اسبی 3. دین میگه خب این چیه میزنه، ولی خب از در ده 4 حالا اگه با وزیر بزنه فیل میشینه توی خونه ب 6 و وزیر رو میگیره، پس نداره بزنه چون آچمزه شاه میشه. با ده میزنه توی 3 6، بازم حتی با اسب پس نمیگیره، با پیاده پس میگیره. بازم بزنی فیل ب 6 میبازی، یه اسب خیلی قشنگ اینجا کاشته شده، وزیر ای 4 وزیر د 6 کاشته میزنه. این اسب داره اینجا پشت محوطه جریمه کاشته زنه قشنگ. وزیر داره وارد میشه، وزیر میشینه تو خونه اچ 2 و اینجا آقای دینگیره میگه بسمه دیگه، بس این مسابقات تموم شه، فقط من برم خونمون. چرا تسلیم شده؟ اگر وزیر در ده 4 میزد اول یه فیل به 6 میاد، اول یه فیل به 6 و اول کیش بدیم وزیر برمیگرده، اول یه فیل به 6 بعد وزیر رو تکون بدی یه کیش و یه مات و آقای دینگلیرن اینجا تسلیم شده. تصویر دینگلیرن رو وقتی میبینی توی این مسابقات خیلی آدم دلش براش میسوزه، یعنی مادرش هم اونجاست بنده خدا، تنها کسی که شاید باش ارتباط داره اونه و حتی با بازیکنهای دیگه خیلی ارتباط نداره، بقیه با هم دیگه بررسی میکنن، دینگلیرن خیلی با اونا در ارتباط نیست. البته علیرضا رو هم ندیدم من توی تصاویر، شاید از نمیاد اصلا اونجا، من نمیبینمش، ولی یا شاید اگه شما دیدین بگین. و البته دیدم یه بار آرونیان با دینگلیرن رفت یکم یه وضعیتی رو بررسی کردن که بعد 10 دقیقه متوجه شدن جای یکی از مورها رو هم اشتباه گذاشتن بنده های خدا. چه اتفاقی برای دینگلیرن افتاده؟ شما برای ما بنویسین توی یکی از ویدیوها که راجع به سنگینی طلا بود، بازی دینگلیرن و مگنس کارلسن، راجع به این قضیه خیلی صحبت کردیم. یک موردی که میخوام بهش اشاره کنم، اگه یادتون باشه علیرضا فیروزیا هم یه مدت بازی نکرد و وقتی برگشت اون علیرضای گذشته نبود، ولی باز در این حد نبود که مثلا اینجوری بازی کنه مثل دینگلیرن. ببینید وقتی یه مدت طولانی شطرنج بازی نمیکنه بازیکن، کلن افت شدیدی پیدا میکنه، افت شدید توی سطح بالا به خصوص، چون که نبوده. هر چقدر خیلی از شماها فقط مطالعه میکنین و توقع دارین که میرین توی مسابقه نتیجه بگین، هیچ وقت این اتفاق نمیافته. خیلی ها ایدهشون اینه که من بدون باخت برم توی مسابقات، همه رو ببرم، یه زمانی برم که خیلی قوی شده باشم. هیچ وقت این اتفاق نمیافته دوستان. شما باید بری توی زمین مسابقه، گرد و خاک زمین مسابقه رو تجربه کنی تا بشی بازیکن، باید ببازی تا بشی بازیکن. اتفاقی که برای دینگلیرن افتاد در قهرمانی جهان، در یک کش و قوس‌های قهرمان جهان شد. نمیگم حقش بود، نمیگم هم حقش نبود، تا یه حدودی حقش بود. نپو هم خیلی خوب بازی نکرد در هر صورت، ولی قهرمان جهان که شد، اولین اشتباهی که داشت این بود که مسابقه بعدی که مثلا یه 10 روز با قهرمانی جهان فاصله داشت رو اومد بازی کرد، هم اون هم نپو. یکی مونده با آخر شد آقای دینگلیرن توی اون مسابقه، خیلی بد بازی کرد. نپو هم همین، اون دوتا مونده با آخر شد، یعنی خیلی جفتشون بد بازی کردن، خیلی خسته بودن. 14 دور قهرمانی جهان رو بازی کرده بودن، چقدر تدارک قبل اون، چقدر فشار اون مسابقات، اومد اون مسابقه رو بازی کردن، دیدن خوب بازی نکردن. خب و خوب بازی نکردن و دینگلیرن به نظر من از اونجا تصمیم گرفت که دیگه بازی نکنه یه مدت تا بتونه ریکاوری کنه، تمرین کنه، دوباره برگرده، بتونه نشون بده به همگان که قهرمان جهانه. چون از اون لحاظ، از اون لحظه‌ای که مگنس کارلسن قهرمان جهان رو بازی نکرد، دیگه همه گفتن که دیگه قهرمانی جهان نیست. یکی مثل کاسپاروف گفت این دیگه قهرمانی جهان نیست، یه رویاروی دو نفر است. ولی دینگ خب اومد بگه آقا من دیگه تمرین میکنم، چه میدونم مثل بالا و قوی برمیگردم. ولی خب اشتباهش همین بود، خیلی طول کشید این برگشت دینگلیرن و خیلی از فرم خودش فاصله داره و عنوان این ویدیو هم که شاید افول یک افسانه و اتفاقی که براش افتاده، شاید دیگه نتونه برگرده اصلا به دنیای شطرنجی. من
توقع داشتم که توی این بازی‌های فکری تا حدودی برگرده، ولی شاید توی مسابقه حالا قرار یه مدت دیگه هم توی شطرنج گرنکه، توی شطرنج نروژ با هم دیگه بازی کنن و اونجا هم 6 نفری که وجود دارن خیلی قویان. اونجا هم نمیدونم آقای دینگلیرن میخواد چیکار کنه، کاروانا هست فکر کنم، کارلسن هست، شاید ناکامورا هم باشه نمیدونم، ولی کار سختی رو هم اونجا داره و امیدواریم که حداقل یه شطرنج خوبی رو بازی کنه. توی 20 توی زیر 30 حرکت داره میبازه که این بازی که اصلا حرکت 6 بازی بازنده است. حالا اینجا از چس اف 4 باز هنوز بازی قابل نجاته، ولی بعد از اسپ 5 بازنده است. علیرضا تونست برگرده، حالا توی مسابقات به کارلسن خورد، به بد کسی خورد و نتونست بره بالا. حالا بازی کارلسن عبدالستاروف رو هم براتون بررسی خواهم کرد، امیدوارم اون بازی هم سر موقع به دستتون برسه، اون رو هم ببینید، بازی خیلی قشنگیه، بازم جدال اسبافیله، بیاین اون بازی رو هم ببینید. شما هم نظر خودتون رو بنویسین، دلیل افول دینگلیرن چه هستش؟ اگر هم از ویدیو خوشتون اومده لایک رو بزنید، تا حالا عضو نشدین سابسکرایب کنید. عزیزانی هم هستن که میدونن ویدیوها رو میبینن نه لایک میزنن نه کامنت میذارن نه هیچی، بازم دمتون گرم که ویدیوهای ما رو میبینید. خیلی مخلصیم، از شطرنج و زندگی لذت ببرید.